سلام. در برنامه امروز می‌خواهیم به ضرورت اخراج ماموران وزارت اطلاعات از اروپا بپردازیم. مامورانی که تحت عنوان پناهنده به اروپا نفوذ داده شدند تا خط وزارت اطلاعات رو که عبارت از جاسوسی و در نهایت تروریسم هست پیش ببرند. با اولین نمونه شروع می‌کنیم. مهمان من زندگی پرماجرایی را از سر گذرانده. 9 سال اسیر عراقی ها بوده. در زندان ابوغریب زندانی بوده. به ارتش سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق پیوسته. بعد زندانی اونها شده. سر از زندان اوین درآورده. میگوید از رفتن به جبهه پشیمان نیست، ولی پیوستن به مجاهدین خلق بزرگترین اشتباه زندگیش بوده. این سر و صدا که بلند شد، اینا اومدن به ما گفتن که شما 1 هفته میتونی بری خانواده‌تو ببینی و برگردی. رفتم و برگشتم، مدتی هم باز اونجا بودم، مجددا برای بار دوم فرستادن که برم ببینم که دیگه من بر نگشت. یعنی فرار کردی از ایران؟ بله. حالا ممکنه به شما اتهام بزنه سازمان مجاهدین که شما همکاری کردید و به این راحتی نیست که اعضای سازمان مجاهدین و به خصوص اعضای ارتشش به این راحتی بتونن مرخصی برن و برشن بیان خارج. خب این تهمت که همیشه از طرف سازمان ما نشونه گرفته. خب ببینید، به سازمان مجاهدین هر کسی که انتقاد بکنه از نظر خودش خائنه. رفتن داوطلبانه به ایران زیر سلطه آخوندها، ادعای زندانی شدن در اوین، ادعای فرار از زندان اوین و در نهایت از اروپا سر در آورده و به رسانه‌ها راه پیدا کرده. اما امان از واقعیت. واقعیت اما نه دعاوی دروغین این گونه مزدوران مبنی بر اینکه مجاهدین به مخالفین خود اتهام مزدوری وزارت اطلاعات میزنند، بلکه اسنادی است که تنها صحت افشاگری های پیشاپیش مقاومت ایران در مورد این قبیل ماموران وزارت اطلاعات را به صورتی غیر قابل انکار بیان کرده است. دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی و همدستاش قصد داشتند که در گرد همایی مقاومت ایران در ویلپن در سال 2018 یک بمبی رو منفجر کنن و یک سوءقصد تروریستی رو داشتن که هدف اولشون خانم مریم رجوی بود. اینها قبل از اقدام دستگیر شدن. در جریان دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم مشخص شد که همدستای اسدالله اسدی که تابعیت و ناسیونالیته کشور بلژیک بودن، علاوه بر اینکه دادگاه حکم زندان به اونها داد، این ناسیونالیته یا تابعیت اونها را هم لغو بکنه. به چه دلیل؟ برای اینکه اینا تحت پوش این ناسیونالیته یا تابعیت میتونستن آزادانه به کشورهای مختلف
برای اینکه اهداف رژیم رو انجام بدن تردد داشته باشن. همچنین برن ایران تحت حاکمیت آخوندها آموزش‌های تروریستی ببینن و مجدد برگردن به همین کشورهای اروپایی. لذا دادگاه حکم داد که این تابعیت و یا این ناسیونالیته اونها لغو بشه. همطورم که میدونید در خودرو دیپلمات روس رژیم یعنی اسدالله اسدی یه دفترچه پیدا شد. این دفترچه به دفترچه سبز معروفه که دستنوشته‌های خود اسدالله اسدی توش بود. اسامی 289 نفر از حقوق بگیران این رژیم و وزارت اطلاعات در 11 کشور اروپایی در اون نوشته شده بود. اینها تحت عنوان پناهنده کشور اروپایی یا شهروند اروپایی خودشون رو جا داده بودن. ترمادویان یه موضوع وزارت اطلاعاته. زندانی شدنش هم تو زندان اوین برای تخلیه اطلاعاتی بوده و اونجا چم و خم کارا رو یاد بگیره برای استفاده جنگ روانی و جاسوسی علیه مخالفینش. چه بسا تو شکنجه و اعدام هم دخالت داشته. برای چی؟ برای جلب اطمینان دشخیمان و برای مأموریت بفرستن خارج. مقاومت ایران همواره و پیشاپیش نسبت به این روش کار رژیم هشدار داده و این مأموران رژیم رو افشا کرده. در ادامه برنامه امروز می‌خوایم ببینیم که این هشدارها و افشاگری‌های پیشاپیش مجاهدین چه اهمیتی داره. به این منظور ابعادی از سوء استفاده وزارت اطلاعات رو بیان می‌کنیم و به بررسی ترفندهای وزارت اطلاعات برای پوشوندن چهره مأمورانش خواهیم پرداخت. رژیم برای بالانس در شیطان‌سازی علیه مجاهدین به مزدورای خودش، به مزدورایی که خارج کشور آورده دست باز داده که علیه رژیم و علیه حتی خامنه ای هم حرف بزنن. ولی مرز سرخشون مرز سرخ مجاهدینه، یعنی علیه مجاهدین هم باید حرف بزنن. حتی از تاکتیک 80-20 استفاده میکنه. آقا 80 تا به رژیم بزنید 20 تا به مجاهدین. اینها برای چیه؟ برای اینکه بپوشونه، یعنی ایز گم کنه که آقا اینها هویت، گویی که اینا هویت رژیمی ندارن. این شبهه رو به وجود بیاره که خب اینا که علیه رژیم حرف میزنن، خب بس اون علیه مجاهدین هم که میگن نکنه درست باشه. از طرف دیگه رژیم از تاکتیک دیگه هم استفاده میکنه، تاکتیک فرار به جلو، تاکتیک آی دوز. گویی که مجاهدین هر کس رو که مخالف خودشون هستند رژیمی میگن یا مارک اطلاعاتی بهش میزنن. برای اینکه رژیم بتونه این موضوعهای خودش رو یک مسئولیت و حفاظت سیاسی براشون به وجود بیاره و مجاهدین نتونن در واقع اون رو افشا بکنن، از این تاکتیک استفاده میکنه. آقا مجاهدین هر کس رو که مخالف باشه میگن آقا این اطلاعاتیه یا رژیمیه. به همین دلیل هم است که وزارت اطلاعات عنوانی هم که برای این مزدورانش استفاده میکنه اعضای سابق مجاهدینه. برای اینکه این هویت رژیمی بودن این مزدوراش مشخص نشه، لو نره، تا اونها را علیه مجاهدین و مقاومت ایران و آلترناتیو به کار بگیره. اداره حراست از قانون اساسی در آلمان در سال 2015 علنا اعلام کرد فعالیت‌های جاسوسی رژیم ایران که علیه آلمان صورت می‌گیرد اغلب توسط وزارت اطلاعات انجام می‌شود. در این میان سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران به طور خاص در مرکز این فعالیت‌ها قرار دارند. اداره حراست از قانون اساسی در آلمان در گزارش سال 2018 نیز می‌نویسد دستگاه اطلاعاتی ایران یکی از وسایل اصلی رهبری سیاسی در ایران برای تحکیم حکومتش است. از همین رو وزارت اطلاعات ایران همچنان اپوزیسیون را زیر نظر خواهد داشت. طبق ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان، خطری که اپوزیسیون ایران را در آلمان تهدید می‌کند، تشدید شده است. گذشته از تحت نظر قرار دادن اپوزیسیون در آلمان، چند مورد آشکار شده که نشان می‌دهد وزارت اطلاعات ایران طرح حمله به اپوزیسیون در اروپا را ریخته است. به عنوان مثال، طرح حمله به نشست سالانه مجاهدین در فرانسه در ژوئن 2018 ذکر شده است. فعالیت‌های وزارت اطلاعات از طریق کسانی صورت می‌گیرد که اقامت قانونی در آلمان دارند یا از تهران هدایت می‌شوند.
یکی از روش‌های وزارت اطلاعات این است که وقتی افراد مورد نظرش به دلایل خانوادگی یا شغلی به ایران سفر می‌کنند، از آنها به اجبار بازجویی می‌کند. علاوه بر آلمان، اداره اطلاعات امنیت هلند هم در سال 2013 گزارشی داده که در همین رابطه است و خیلی قابل توجهه. Alles wat de AIVD doet draagt bij aan de staatsveiligheid. Als je daar een grote portie van afhaalt, dan raakt het daar natuurlijk aan. Dan heeft het daar consequenties voor. Dat is niet anders. En we zullen moeten zorgen dat het op een verandering. سازمان امنیت هلند پی برده است که دولت ایران همواره در مبارزه‌اش علیه جنبش مقاومت مجاهدین خلق فعال است و دیده شده است که وزارت اطلاعات ایران یک شبکه اروپایی را هدایت می‌کند که در هلند هم فعال است. اعضای این شبکه از اعضای سابق مجاهدین هستند که توسط وزارت اطلاعات ایران جذب شدند. آنها وظیفه دارند که افکار عمومی را در مورد مجاهدین خلق با لابی کردن، نشریات و گردهمایی‌های ضد مجاهدین به طور منفی تحت تأثیر قرار دهند. آنها همچنین در مورد مجاهدین خلق و اعضای احتمالی آنها برای وزارت اطلاعات ایران اطلاعات جمع می‌کنند. ماموران اطلاعاتی ارگان‌های اروپایی که بهش اشاره کردن کم نیستند. یکی از نمونه‌هاش مزدور عباس صادقی نژاده که سال 1381 سازمان اینو افشا کرد. بر اثر افشاگریش پوشی که وزارت اطلاعات براش درست کرده بود به عنوان مخالف رژیم اونجا خودشو جا زده بود و شیطان سازی می‌کرد بر علیه سازمان، این پوش سوخت. در نتیجه رژیم مجبور شد اینو ببره داخل. سال 1395 رژیم علنا اینو برد ایران و تو جلسات نجات شعبه وزارت اطلاعات شرکت داشته. این نشونگر اینه که سازمان سر این جاسوسان و ماموران رژیم وقتی افشاگری میکنه چقدر دقیق، مستند و منطبق بر واقعیته. اطلاعاتی که ارتش آزادی بخش ملی ایران پس از تقاضای پیوستن عباس صادقی نژاد به دست آورد باعث شناسایی او شد و وقتی این موارد را جلویش گذاشتند او ناچار به مأموریتش برای نفوذ در مجاهدین اعتراف کرد. بخشی از این اعترافات در نشریه مجاهد شماره 594 به تاریخ 25 تیر 1381 منتشر شده است. در قسمتی از دستنوشته‌های مزدور عباس صادقی نژاد وی اذعان می‌کند که توسط فرمانده سپاه پاسداران علی محمد پنجی مأموریت نفوذ در ارتش آزادی بخش به او ابلاغ شده است. پس از بازگشت مزدور عباس صادقی نژاد به حاکمیت آخوندها و یک بار دیگر ولی این بار جهت اهداف تروریستی، جنگ روانی و تبلیغ علیه مجاهدین نامزد اعزام به اروپا شد و پس از طی مراحل توجیه و آموزش در ارگانهای مختلف ترور و جاسوسی وزارت اطلاعات در تهران برای ادامه مأموریت جدید خود با سناریوی عضو سابق مجاهدین در پوشش پناهندگی به اروپا اعزام شد. مزدور عباس صادقی نژاد پس از رسیدن به خارج کشور در انواع طرح‌های شیطانسازی و تروریستی وزارت اطلاعات علیه مجاهدین و مشخصاً علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت در فرانسه و همچنین سیرک اطراف اشرف به کار گرفته شد. در اطلاعیه‌های مختلف کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در مقاطع مختلف اقدامات عباس صادقی نژاد و این قبیل ماموران همراه با عکس و اسناد مربوطه افشا شده است. عباس صادقی نژاد خدمات زیادی رو به رژیم آخوندی و وزارت بدنام اطلاعات ارائه کرده. یکی از این فعالیت‌ها مطرح کردن دروغ‌های آخوند ساخته در گفتگو با بی بی سی بود.
هیچ مدرکی دال بر همکاری عباس صادقی نژاد با وزارت اطلاعات ایران وجود ندارد. او که عضو سابق سازمان مجاهدین است، همراه با خانواده‌اش که تصور می‌کرد از دست داده در حال دستم به دست من زد، بعد منو بلند کردن آویزون کردن به یک تیر آهنی که اونجا بسته بود. من دستم به دست یک دست اینجوری نگردشتم. من دستم داشت جمع می‌شد، دست من داشت کنده می‌شد. من فقط داد می‌زدم، گفتم تو رو به خدا باز کن، چرا می‌زنی؟ آخه شما اشتباه می‌کنید. من بازم دنبال این بودم که یه جوری به اینا بفهمونن که شما دارین اشتباه می‌کنید. من تو این وادی سیر می‌کردم. سرانجام بر اثر افشاگری های مستند مجاهدین، ماهیت مزدوری او کاملا برملا شد و این کارت وزارت اطلاعات سوخت و بی‌مصرف شد. پس از آن رژیم وی را نزد خود در داخل کشور فراخواند و او دیگر ژست مخالفت با رژیم را کنار گذاشته و در شعبات داخلی وزارت اطلاعات ظاهر شد و به کار گرفته شد. مکانیزمش هم نیست. خیلی دوست داشتم از نزدیک. یه فرصتی به شما خدمت خانواده رسید، خدمت شما رسید. بسیاری از ماموران رژیم تلاش کردند که حقایقی را که سازمان مجاهدین ارائه می‌کرد انکار کنند. اما افشاگری های مجاهدین دونه به دونه و مو به مو در جریان عمل به اثبات رسیدند. البته از این موارد باز هم هست. گزارش بعدی نمونه دیگه ای رو بررسی میکنه. در تاریخ 26 دی 1391 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران از اعزام یک مأمور افشا شده وزارت اطلاعات به نام قربان‌علی حسین نژاد به پاریس برای اجرای مأموریت‌های جاسوسی و تروریستی خبر داد. مأمور نامبرده دقیقاً همان رهنمود ثابت وزارتی فرار به جلو را در پیش گرفت و به صورت مستمر مدعی بود که مجاهدین هر عضو خودش را به محض بیرون آمدن میگوید نفوذی اطلاعات رژیم بوده یا مزدور اطلاعات است. اما با گذشت زمان و به دنبال افشاگری های مقاومت ایران درباره این مأمور وزارت اطلاعات و برملا ساختن اقدامات جنایتکارانه او، پرده ها بیشتر کنار رفت. در تاریخ 21 شهریور 99 کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت اسنادی را منتشر ساخت که در آن قربان‌علی حسین نژاد در جریان تقاضای ناسیونالیته و تابعیت فرانسه برای خود به صراحت به ترددات خود به ایران تحت حاکمیت آخوندها اعتراف کرده بود. یکی دیگر از مزدوران دستگاه جاسوسی و تروریسم رژیم علیه مجاهدین مصطفی محمدی نام دارد. این مأمور وزارت اطلاعات نیز در راستای خطوط صادر از تهران در تاریخ 30 دی 93 مدعی بود که من به هیچ وجه مأمور وزارت اطلاعات ایران نیستم، بلکه ساکن و شهروند کانادا می باشم و شغلم مدت 25 سال است که کارگر تأسیساتی ساختمان در کانادا هستم و از دسترنج خودم نان می خورم. در گزارشی از بی بی سی درباره وی ادعا شده که مصطفی محمدی شخصا از کانادا به صورت مستقیم به سیرک وزارت اطلاعات در اشرف آمده است. خانواده محمدی در سالهای اخیر چند بار از کانادا به عراق آمده و اکنون پس از یک ماه انتظار بی‌نتیجه جلوی در اردوگاه اشرف به بغداد برگشتند تا عراق را بدون دیدن دخترشان ترک کنند. من رفتم دادگاه توی بغداد، حکم دستگیریشون رو گرفتم و ما رو تهدید قانون و الان هم در کانادا، آمریکا و کشورهای دیگه عکس من و مادرش و خواهرش رو با عنوان پلاکارد درست کردن و به ما توهین میکنن و ما رو تهدید میکنن. اما کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در تاریخ 22 تیر 94
تصاویری از صفحات مهر خورده پاسپورت وی را منتشر ساخت که ویزای حضور او در سیرک اطراف اشرف توسط سفارت دولت عراق در تهران ثبت شده بود. همچنین در عکسایی که ملاحظه می شود، مصطفی محمدی در نزد رژیم آخوندی در داخل ایران و در کنار محمد تورنگ، یک مزدور وزارت اطلاعات آخوندها، در جریان ترددات مستمرش به نزد اربابان دیده می شود. محمد تورنگ یکی از مزدوران وزارت بدنام اطلاعات برای اعمال فشار به خانواده مجاهدین و شکنجه روانی آنهاست که مواردی از آن را مشاهده می کنید. به این ترتیب واضح است موضوع پناهندگی و تابعیت در مورد وی که در نقش مأمور دستگاه اطلاعاتی آخوندها مستمر به ایران تحت حاکمیت آخوندها تردد دارد، از بنیاد موضوعیتی ندارد و تنها پوشی برای پیشبرد اهداف جاسوسی و تروریستی ملایان حاکم بر ایران است. رژیم برای چی مزدوراشو میاره خارج کشور؟ برای اینکه بتونه اونها رو علیه مجاهدین و مقاومت ایران به کار بگیره. تحت عنوان منتقد یا مخالف و یا حتی اپوزیسیون اونها رو نشون بده و به کار بگیره. وقتی که اینا افشا میشن دیگه مجبوره به عنوان یک کارت سوخته اونها رو برگردونه ایران. به طور مثال مزدور حامد صرافپور من نام میبرم. رژیم اون رو به خارج کشور آورد تا بتونه علیه مجاهدین فعالیت بکنه و خودش رو تحت عنوان منتقد یا مخالف جا بزنه. وقتی که مجاهدین اون رو افشا کردن و هویت رژیمی بودن اون رو گفتن، این دیگه نقشش دستش رو شد. دیگه رژیم مجبور شد اون رو برگردونه ایران و در شعبات داخلی وزارت اطلاعات اون رو به کار بگیره. نمونه بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم حمید سیامنصوریه. این موضوع تو خارج کشور بر علیه مجاهدین و مقاومت تو کارزارهای شیطانسازی و جاسوسی دخالت داشته. بعد اینکه مقاومت اینو افشا میکنه و لو میره، بعد یه دفعه میبینیم سر از ایران در میاره تو تهران با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس مصاحبه میکنه. این نشون میده چقدر اطلاعات و افشاگری مقاومت بر علیه این مزدوران دقیق و منطبق بر واقعیته. اسناد دادگاه محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم و سه مزدور همدستش حاوی نکات و تجارب مهمی برای شناخت ترفندهای استبداد مذهبی ولایت فقیه است. این اسناد نشان دادند رژیم آخوندی برای پیشبرد تروریسم و طرح‌های جنایتکارانه خود علیه مردم و مقاومت ایران و سازمان مجاهدین همه امکانات و همه توان خود را بسیج کرده است. مزدورانی را در خارج کشور عضوگیری می کند. مزدور دیگری را از داخل کشور برای همدستی با او و نفوذ به داخل طیف هواداران تنها جریان جدی برانداز به خارج می فرستد تا با استفاده از امکانات پناهندگی و ناسیونالیته و تابعیت در کشورهای غربی بیشترین عادی سازی را داشته باشند. سپس آنها را برای آموزش به ایران می برد و در خانه های امن و هتل های متعلق به وزارت اطلاعات آموزش تروریستی داده و دوباره برای مقاصد جنایتکارانه به اروپا برمیگرداند. در این مسیر برای تطمیع ماموران خود بدون حساب و کتاب پول خرج میکند. خاص خرجی هایی با پول نقد که موجبات تعجب مقامات قضایی اروپا شده است. استفاده از عنصر خانواده و عناصر مرتبط با وزارت اطلاعات در میان بستگان یکی از اهرم های دیگر دستگاه امنیتی آخوندها برای بکارگیری طعمه هایش است. استفاده از عنصر زن و اغواگری توسط نظام زنستیز آخوندی نیز روش دیگری است که دستگاه اطلاعاتی آخوندها در کیسه خود دارد. همانطور که در این دادگاه نشان داده شد، محملهای بیدینی، لاعبالیگری و ضد خدا بودن یا گرایشات سیاسی مانند سلطنت و سلطنت طلب بودن
و حتی در پاری از موارد ظاهر شدن در پوش برانداز یا ضد حجاب بودن پوشش هایی است که رژیم برای پنهانسازی چهره مزدوران نفوذی خود از آنها استفاده می کند. در صورتی که یگان شاخص برای تشخیص دوست و دشمن مردم ایران دوری و نزدیکی عملی و مناسباتی است که با تنها نیروی سرنگون کننده و آلترناتیو رژیم برقرار می کند. در تاریخ 29 آوریل 1997 بعد از محکومیت مقامای بالای رژیم در دادگاه میکونس آلمان طی یه نشستی شورای وزیران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن به جاسوسان و ماموران اطلاعاتی رژیم ویزا ندن. اجازه بدین تمامی کشورهای این شورا روی همکاری میان دولت‌های اروپایی برای تضمین اینکه به ایرانیانی که دارای مأموریت اطلاعاتی و امنیتی هستند ویزا داده نشود تأکید کردند و همه دولت‌های عضو را اقدام هماهنگ برای اخراج و ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراخواندند. حکم اخیر دادگاه انتفر به بلژیک به خوبی نشون میده که مقاومت ایران و رئیس جمهور مقاومت چقدر برای رژیم یه خطر جدیه و روز به روز در مقابل مقاومت ایران ضعیفتر میشه. قطعا رژیم دست به ریسک‌های بالایی میزنه. ریسک پذیرش عواقب سیاسی و بدنامی و کشتار جمعی در خاک فرانسه برای گردهمایی مقاومت و میخواست اونجا بمب منفجر بکنه و مهمتر از این دخالت دادن دیپلمات شاغلش تو این عملیات تا آخرین گاماش پیش رفته بود و خوشبختانه شکست خورد. بنابراین اجرای مصوبه سال 97 جلسه شورای وزیران اتحادیه اروپا به یک اولویت عاجل تبدیل شده، چون که رژیم برای فرار از سرنگونیش به دست آلترناتیو امنیت کشورهای اروپایی رو تحت شعاع قرار داده. نسیمه نعامی بیش از یک دهه پیش تحت عنوان پناهنده سیاسی به اروپا رفته بود، اما او مانند بقیه پناهنده ها نبود. به محض صدور اقامت پناهندگی، رفت و آمد او به ایران با پاسپورت جمهوری اسلامی از خاک ترکیه آغاز شد. سال 2004 میلادی از طریق اینترنت با امیر سعدونی آشنا شده بود. یک سال بعد به طور غیابی ازدواج کردند و 3 سال بعد از آن نسیمه با پاسپورت جعلی وارد هلند شد. سعدونی او را به بلژیک برد و تقاضای پناهندگیش را ثبت کرد. نسیمه بلافاصله بعد از ورود به بلژیک روی امیر کار کرد تا او را برای همکاری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آماده کند. نسیمه تا پیش از اینکه تابعیت بلژیکی بگیرد با جواز سفر پناهندگی به ترکیه می رفت و از آنجا با گذرنامه ایرانی صادره از سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل به تهران سفر می کرد. پس از آنکه تابعیت بلژیکی گرفت دیگر تلاش چندانی برای مخفی نگه داشتن سفرها نمی کرد. سوابق گذرنامه‌های ایرانی او نشان می‌دهد که بین سال‌های 2010 تا 2018 بارها به ایران سفر کرده است. این سفرها اما منحصر به دیدار دوستان و خانواده نبود. امیر سعدونی گفته است که همکاری آنها با وزارت اطلاعات از سال 2007 شروع شد. اما شواهدی وجود دارند که فعالیت‌های نسیمه بسیار بیش از آن چیزی بود که همسرش می‌دانست. به ظن قوی روند آشنایی اینترنتی از ابتدا یک تله برای استخدام امیر سعدونی بود. نسیمه فرد بالادستی امیر در تشکیلات ترور محسوب می شد. در برخی سفرها به ایران نسیمه همسرش را همراه می برد. آنها به خانواده هایشان در اهواز و آبادان سر می زدند. اما به روایت امیر در اعترافاتش بخش مهمی از سفرهایشان در ملاقات با مأموران اطلاعاتی می گذشت. در ابتدا اداره اطلاعات خوزستان مسئول تماس‌ها بود. رده کم کم بالاتر رفت و اسدالله اسدی شخصاً وارد ارتباط شد. زمانی که در تهران بودند، محل اقامتی که برایشان در نظر گرفته می‌شد، هتل استقلال بود. بله،
اجرای مصوبه سال 97 شورای وزیران اتحادیه اروپا به یک خواست سراسری همه ایرانیان آزاده و شریف تبدیل شده. جوامع ایرانیان آزاده از اروپا میخوان که وزارت اطلاعات رژیم و سپاه پاسداران اون رو در فهرست تروریستی خودش قرار بده. همچنین ماموران اطلاعات فاشیسم دینی در کشورهای مختلف اروپایی رو محاکمه و اخراج کنه. جوامع ایرانیان آزادی خواه از کشورهای اروپایی میخوان که موقعیت پناهندگی سیاسی و تابعیت این ماموران توسط کشورهای اروپایی تبدیل به یک مرز سرخ بشه. این مامورا با هر پوشی که در غرب هستند، چه پوش دیپلماتیک یا خبرنگاری یا تجاری و مذهبی، باید محاکمه، مجازات و اخراج بشند و پناهندگی و شهروندیشون باید لغو بشه. با این امید که با تلاش‌های ایرانیان شریف و آزاده و هواداران فداکار مجاهدین و مقاومت ایران، این خواسته مشروع جوامع ایرانیان حامی مقاومت برآورده بشه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.